سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز جمعه اول جدی سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 دسامبر سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین ها. قرار است با مقامات ایرانی روی مسائل دو جانبه صحبت گردد. سرپرست وزیر امور خارجه بر رهبری یک هیئت به ایران رسیده. کابل ادعای تازه اسلام آباد را تکراری و بی اساس خوانده. پاکستان مذاکرات با تی تی پی را رد و روی خواسته های خود از افغانستان تمرکز نمود. و کشته و زخم برداشتن در حدود 40 تن توسط یک فرد مسلح در جمهوریت چک. هم مشروع اخبار من نیلوفر سروری هستم. سرپرست وزیر امور خارجه به رهبری یک هیئت به ایران سفر کرده است. مقامات میگویند هدف سفر سرپرست وزیر به ایران گفتگو بر سر وضعیت مهاجرین افغان و نگرانی های کشور ایران در رابطه با اوضاع امنیتی می باشد. کارشناسان تقاضا دارند که برای رفع نمودن نگرانی های امنیتی با مقامات ایرانی بحث های بنیادی صورت گیرد. سرپرست وزیر امور خارجه به دعوت رسمی ایران به این کشور سفر کرده است. امارات اسلامی میگوید هدف وی از این سفر اشتراک در کنفرانس سیاسی مشورتی مقامات عالی رتبه در تهران می باشد. مقامات می افزایند که علاوه از اشتراک در این کنفرانس، قرار است روی وضعیت مهاجرین افغان و نگرانی های ایران مبنی بر موجودیت تروریسم در خاک افغانستان هم بحثا صورت گیرد. هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د غزې او د فلسطین په باره کې دایر شوی په ایران کې پکې په فلسطین د قضیې په اړه باندې بېلابېل ابعاد بیانیږي او هغو باندې بحث کېږي او هغه هېوادونه چې هلته ګډون کوي هغوی به د فلسطین د دایې نه حمایت کوي. د همدې کانفرنس د ګډون لپاره ایران ته تللی او طبیعي ده چې په دغه کانفرنس په حاشیو په شاوخوا کې به د هغه هېواد د چارواکو سره هم خبرې وشي. په دې کې به د مهاجرینو په اړه د افغانستان د ایران ترمنځ تجارتي راکړې ورکړې په اړه او دا راز دی نورو مسایل چې امنیتي او دواړو غاړو د هېوادونو د قاچاق. در عین حال کارشناسان سفر هیئت حکومت سرپرست افغانستان را به ایران مؤثر می‌خوانند، اما به گفته آنان ایران به بهانه کنفرانس سیاسی می‌خواهد تا نگرانی های خود را بابت تهدیدات امنیتی با حکومت سرپرست افغانستان در میان بگذارد و یک بار دیگر خواستار از این شود تا تحکیم امنیت در افغانستان امنیت منطقه را هم تامین نماید. دیر مهم دی دی افغان و ایران ترمنز اغه یو داده چې د مهاجرینو په اړه بلته بحث کیږي، ځکه هلته اوس هم افغان مهاجرین اوسیږي او له څلور لسیزو پورته هلته ژوند کوي، نو له هغوی سره په ځینو مواردو کې له تعصب څخه ډک چلند کیږي، ناوړه چلند ورسره کیږي او په ځینو مواردو کې حتی زندان ته اچول کیږي. نو د مهاجرینو په اړه به بحث ورسره کیږي. دوهم مسله د سرحدونو د تحفظ او ښه امنیت د لا خوندیتوب لپاره به هم بحث وشي چې څنګه موږ کولی شو چې دغه 950 کیلومتره سرحد چې موږ له ایران سره لرو دا نور هم خوندي وساتل سي، تر څو د قاچاقبرو د تګ راتګ مخه هم ونیول سي. خواسته ها این است که هیئت رفته به ایران باید در نخست مهلت آن عده مهاجرین افغانی را که به خطر اخراج روبرو اند تمدید نمایند. کارشناسان تاکید میکنند که هیئت رفته به ایران به مقامات ایرانی روی وضعیت امنیتی افغانستان هم بحث نمایند تا در آینده بدون پیش نمودن شواهد در مورد موجودیت تروریسم در خاک افغانستان ادعای بی اساس را مطرح نکنند. لری خو سفر کولای سی سری سفرونو پترس کی هغه شته ستونزی د دواړو هیوادو ترمنځ کاغه د کډوالو په برخه کې وی، کاغه نور د سیاسي یا د امنیتی مسایلو په برخه کې وی، کاغه د نورو تهدیداتو په برخه کې کولای سی چې یو وخت کې خپلې مثبتې پایلې ته ورسیږي. ایران پرته له شکه د موږ نږدې ګاونډی ده چې له موږ سره ډېرې تاریخي، فرهنګي او اجتماعي او تجارتي روابط لري، نو هیڅکله هم موږ نسو کولی چې مثلا ایران له نظر نه لرې ونیسو او یا ایران افغانستان له نظره لرې ونیسي، ځکه همیشه د ایران له وضعیت نه افغانستان متاثره کیدلی سي او د افغانستان له خراب وضعیت نه ایران متاثره کیدلی سي. سفر سرپرست وزیر امور خارجه افغانستان به ایران در حال صورت می گیرد که در این اواخر در حدود 300 هزار مهاجرین افغان از این کشور جبران اخراج شدند.
کارشناسان ادامه کنند که برخی از کشورها نمیتواند پیشرفت افغانستان را تحمل کند. آنان این اظهارات را به استناد اظهارات اخیر سرپرست و وزیر دفاع ملی بیان کرده و میافزایند که کشورهای مذکور با تعبیر نادرست از وضعیت جهانی ادعاهای نامسئولانه را در مورد افغانستان مطرح میکنند. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزیر دفاع ملی در یک نشست علمی گفته است که برخی از کشورها در صدد از بین بردن ثبات دائمی در افغانستان. سرپرست وزارت دفاع ملی روی سیاست‌های دوگانه کشورها در قبال افغانستان انتقاد کرد. محمد یعقوب مجاهد بدون ذکر نام کدام کشوری میگوید که برخی از کشورها در لباس دوست تلاش می‌کنند تا افغانستان را به سوی بدبختی سوق دهند. به گفته یعقوب مجاهد، کشورهای مذکور پیشرفت کنونی افغانستان را تحمل نمی‌توانند و می‌افزاید که افغان‌ها باید دوست و دشمن خود را بشناسند. زهر واردی او زموږ استاد د هلاکت لپاره استعمالی په اصل کې په شهادو کې موږ او تاسو ته زهر راکړي. دوست او دشمن باید وپیژنو. اوس هم درګرد دا هڅې روانې دي، دا کوششونه روان دي چې څنګه وکولای شي چې افغانستان ته بیا د یو لارې هغه بدمرغۍ او هغه ستونزې او مشکلات چې تیر شوي دي هغه بیرته راوړي. در این حال کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند برخی از کشورهای منطقه به بهانه همسایگی خوب میخواهند تا یک بار دیگر افغانستان را وارد جنگهای داخلی سازد. آنان در اشاره به اظهارات محمد یعقوب مجاهد میگویند که کشورهای منطقه و جهان پیشرفت کنونی افغانستان را تحمل نمیتوانند و تلاش میورزند تا وضعیت را به جهان نادرست و ناگوار تعبیر نمایند. گاوندی ملکونو دی دومخه لوب لادرسه دی چه طالبان د نړۍ سره د تعامل لار نشي خپلولی او دوی طالبان د توریزم پالونکې او افغانستان د توریزم خبستر معرفي کړې ده. نو زه ویلی سم د دغو ګاونډي ملکونو او بالخصوص د پاکستان او ایران سره مطابق د سیاسي او دیپلوماتیک روابطو بالمثل باید عمل وشي. در همین حال کارشناسان روابط بین الملل به این نظرند که حکومت سرپرست همواره خواهان روابط استوار با منافع مشترک با کشورها بوده. آنها از حکومت می خواهند تا کشورها را بشناسند و در تعاملات با آن از تدبیر شدید کار گیرد. کسی هم یوشمه ریوادونه مغریز هدف لری، دخمنانه هدف لری او غواری دیسخبارتی لوب و للاری در افغانستان او سیمی امنیت به خطر که واچوی. در غیوادونه چی؟ در افغانستان تا پاشاتو که زهر رو کوی یا موجوده حالت نه ناوړه استفاده کوي دا معلوم دي. زموږ غږ د افغانستان د ډیپلوماسۍ په دستګاه داده چې دوی وپیژني او د دوی د مطالعې څخه وروسته د دوی سره بالمثل عمل وکوي. نقاب دوستی را برای کشیده ولی از عقب به مردم افغانستان خنجر میزنند و با تثبیت نبودن دشمنی خود چهره هایشان افشا میگردد. البته خوشبختانه تمام پلان ها و اهداف غرض‌آلود و توسط روانه آنها هم برای مردم افغانستان هم جامعه جهانی آشکار و معلوم است. اما اکنون پرسش اینجاست که روابط امارات اسلامی به سطح جهانی تا چه حدی است؟ همی مرد احوادون سر دیخواه تعامل غکتون که در درست پر مقدر سیواد نوینو چه مصر راڑی که خراب و بیادی و در مقدر امارات پیخی ہوئی حدیثی می احوادون خواه تعامل لری تجارت سر لرو راس در سر لرو رقوار کلان رو ترانزیتی لاری سر لرو دا ټول پرمختګونه دي. اندازه ډاکټر هیوادونو سره ډیپلوماتیک تعامل لرو، سفارتونه یې په کابل کې دي، زموږ سفارتونه په هیوادونو کې دي. موږ کوم تشویش په دې ناحیه نه لرو، لا هم تلاش دي کوو چې دغه روابط لا هم ښه سي، لا هم تقویه سي او لا هم پراخوالی پیدا کړي. این در حالی است که از 2.5 سال گذشته بدین سو کشورهای همسایه همیش در کنار خواست ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از امارات اسلامی خواستند تا نگرانی های امنیتی کشورهای همسایه خود را جدی بگیرند و مبارزه معنیدار با تروریسم را روی دست گیرد. سربازان قول اردوی الفتح در جریان عملیات های کشفی یک کارخانه مشروبات الکلی را در منطقه مربوطات ناحیه 8 شهر مزار شریف کشف و ضبط نموده است. مسئولین میگویند بعد از تحقیقات عملیات را موفقانه سپری کردند و بعدها بوتل مشروبات الکلی را هم به دست آوردند. از سوی دیگر شمار از شهرنشینان شهر مزار شریف از تلاش های سربازان قدردانی می کنند و از همکاری با آنان اطمینان می دهند.
در حال حرکت برای انجام یک عملیات موافقانه هستند. این کارخانه مشروبات الکلی در منطقه نورخدای ناحیه 8 شهر مزار شریف است که از چند مدت بدین سو تحت نظارت نیروهای کشفی قول اردو 209 الفتح قرار داشت و طی آن در حدود 300 بوتل مشروبات الکلی کشف و ضبط گردیده است. موږ له سرحد څخه چې کوم مشروبات راوختي وو په بوشکو کې هغه مو تعقیب کړي وو. دغه په مورد مو یو نفر ونیوی. بیا د هغې طریقې څخه موږ ته په مزار کې اوه موزه کې د نور الخدا په سیمه کې یوه حویله یې راته وښودله چې په دغې کې موږ دغه شیان په بوتلو کې اچوو او دغلته یې جوړوو. بیا دې ځای څخه ټاپي او شای دلته پیښ کوو. بیا نورو ولایتو ته استوو. نو په دغې مورد باندې مو نفر نیولی دي او دغه نورو ولایتو کې چې کوم ځایونه یې دای ټول راته په ګوته کړي دي. انشاءالله په وپسې هم عملیات روان دي. انشاءالله چې هغه به هم ډېر زر لاسته راشي. در همین حال سخنگوی قلی اردوی 209 الفتح از تأمین امنیت به باشندگان این ولایت اطمینان می‌دهد و می‌گوید که به گروه‌های مخرب اجازه اخلال امنیت داده نخواهد شد و نمی‌توانند به اعمال غیر اخلاقی دست بزنند. با سمت شمال که دی 209 الفتح قلی اردو قمندانه اړوند دفاعي ځواکونه ستاسو په خدمت او چوپړ کې دي. هر هغه څوک چې د دې هیواد او د دې هیوادوالو د دې ولس او د اسلامي نظام په مقابل کې خنډ او ځنډ جوړي هغوی به انشاءالله العزیز قانون منګولو ته سپارل کیږي. از سوی دیگر باشندگان ولایت بلخ در کنار جلوگیری از اعمال نادرست از دستاوردهای سربازان قدردانی کرده و از تحکیم امنیت کنونی استقبال میکنند. مو په دې باندې خوشحاله یو، د دې طرفدار یو، د دې پلویان یو چې په هر ځای کې دا رقمې پتنې باید هغه له منځه وړلی شي. دا داسې یو مضر مواد دي چې په دې باندې آینده نسل زموږ خرابیږي. هر هغه څوک چې ځان ته مجاهد وایي، مسلمان وایي او طرفدار دی اسلامي، باید دغسې شیانو باندې پرده راکش نه کړي. کوم څوک چې پیږي چې کاروبار یې کوي هغه باید ونیول شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. مجاهدینو چې دلته راغلل زحمت یې وست ټول انشاءالله ته خوشحاله دي. دا شاخ همسایگان ټول زین خوشحاله دي انشاءالله. این کارخانه مشروبات الکلی در شمال کشور از سوی نیروهای امنیتی قلی اردو 209 الفتح در حال کشف و ضبط میگردد که قبل از این همچنین کارخانه ها در مناطق مربوطه کشف و ده ها تن در پیوند با آن بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدند. پاکستان مذاکرات با تی تی پی را رد کرده و در این زمینه منتظر اقدام کابل است. وزارت امور خارجه این کشور میگوید که در حال حاضر بجای مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان، تمرکز روی خواسته هایش از حکومت افغانستان است. در این حال حکومت سرپرست این اظهارات وزارت امور خارجه پاکستان را رد میکند و میگوید که حکومت سرپرست به طور کامل بالای افغانستان حاکمیت دارد و خاکان بر ضد هیچ یک از طرف ها استفاده نمی شود. بعد از آنکه حوادث امنیتی در مناطق قبایلی و پاکستان افزایش قابل توجه یافته، حکومت سرپرست این کشور ادعاهای تکراری مبنی بر موجودیت تی تی پی در خاک افغانستان را مطرح می کند. به تازگی یک بار دیگر وزارت امور خارجه پاکستان مذاکرات احتمالی با تحریک طالبان پاکستانی را رد کرده و اضافه کرده که در این زمینه روی خواسته هایش با حکومت افغانستان تمرکز می کند. وزارت امور خارجه پاکستان گفته نیاز است تا حکومت سرپرست افغانستان در برابر تی تی بی عمل نماید و این را یقینی سازد که خاک افغانستان به هیچ یک از طرف ها تهدید نیست. هیچ جای برای مذاکرات وجود ندارد و هیچ گونه مذاکرات با تی تی پی در اجندای حکومت پاکستان قرار ندارد. تمرکز ما بالای این است تا مقامات افغان در خاک افغان جلو فعالیت های تی تی پی و تهدیدات آن به پاکستان را بگیرند. به همکاری جهانی نیاز دیده می شود تا آن دست سلاح های پیشرفته با تی تی پی را که به هدف حملات تروریستی از آن استفاده صورت می گیرد از بین ببرند. در همین حال نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل سال روان را برای پاکستان خونین خوانده و گفته بعد از آن که تی تی پی سلاح های پیشرفته را در اختیار گرفته، در نتیجه حملات در پاکستان مردم عام و پلیس کشته شدند. ما تنها سال روان 100 پلیس دلیر و مردم عام را از دست دادیم. بعد از آن که تی تی پی سلاح های پیشرفته را به دست آورد، با آن حملات مرگبار در پاکستان هم شدت یافت و این مهماتی هستند که در دو دهه گذشته از خارجی ها در افغانستان باقی مانده است. از سوی دیگر ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان دیدار مولانا فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای پاکستان را با مقامات افغان شخصی خواند است. اما کارشناسان میگویند پاکستان همیشه بار ملامتی ناامنی خود را بالای افغانستان انداخته و از همین موقع نفع میبرد تا افغانستان را به جهان یک کشور ناامن معرفی کند. به گفته آنها تا زمانی که یک حکومت دائمی در پاکستان به میان نیامده باشد، چنین اتهامات افزایش خواهد یافت و روابط میان هر دو کشور بیشتر تیره خواهد شد.
زه فکر کوم چې د دې تورونو اصلي منشا د پاکستان په داخلي سیاست پورې اړه لري. د پاکستان داخلي سیاسي ډاینامیزم پاکستانی چارواکي دې ته مجبوروي چې د خپلو بې کفایتیو او بې امنیو پړه پرې چا واچوي. دا سره منشم چې د ټي ټي پی په شمول ټولې روسیې او جنګي ډلې د پاکستان د استخباراتو په لاره جوړې شوې دي او سیمې ته د نامنیو په خاطر استول کېږي. او دا د پاکستان یو تجارتي کار دی. د همدې لارې دوی دا 50 کاله ژوند کړی او عاید ترلاسه کوي. اوس هم ٹی ٹی پی داسې نه ده چې د پاکستان د کنټرول څخه بهر وي. دوی په خپله هغوی ته دنده ورسپاري، ماموریت ورسپاري تر څو په پښتون میشتو سیمو کې او په افغانستان کې ناامنۍ رامنځته کړي. اما حکومت سرپرست چنین ادعاهای مقامات پاکستانی را که گویا تی تی پی در خاک افغانستان حضور دارد را بی اساس می داند. وزارت خارجه می گوید امارت اسلامی بالای جغرافی افغانستان حاکمیت کامل دارد و به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاک کشور بر ضد کشورهای دیگر استفاده نماید. لکه نه چې د افغانستان اسلامي امارت د هیواد په بشپړه جغرافیه باندې واک ترلاسه کړی دی. دلته یو مرکزي نظام رامنځته کړی دی، یو امنیت تحکیم کړی دی. له هغه وروسته نه د سیمې هیوادونه، نه ګاونډي هیوادونه، نه هم د نړۍ نور هیوادونه دا ثابتولی شي چې د افغانستان له خاورې ورته خطر متوجه سوی دی. دا چې ځینې هیوادونه لا هم د اسلامي امارت په دې تورنوي چې ګواکې د افغانستان له خاورې هغوی ته ګواښ متوجه دی، یا هم د افغانستان له خاورې په هغو هیوادونو کې امنیتي پیښې پلانیږي، زه فکر کوم دغه بې اساسي دعوې دي. این در حالی است که چند روز قبل مقامات آمریکایی ادعای پاکستان را مبنی بر بجا ماندن مهمات از سربازان خود در افغانستان را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. حال هم چند رویداد مهم از جهان. یک فرد مسلح در جمهوریت چک 15 تن را کشته و 24 فرد دیگر را زخمی ساخته است. مقامات محلی گفتند که یک فرد مسلح در پوهنتون پراگ این کشور 15 تن را از بین برده و 24 فرد دیگر را زخمی ساخته که وضعیت برخی از مجروحین وخیم خوانده شده است. رئیس پلیس پوهنتون پراگ گفته که فرد مهاجم مسلح از پا در آورده شده، اما مشخص نیست که آیا خودش این کار را کرده و یا سوی پلیس هدف قرار گرفته است. فرد مهاجم که محصل همین پوهنتون بود هفته گذشته به شمول پدر خود یک فرد دیگر را هم از بین برده است. سازمان ملل به دلیل جنگ‌های داخلی در سودان از بیجا شدن در حدود 300 هزار تن خبر داده است. سازمان مذکور می‌گوید که در جزیره سودان بعد از آن درگیری‌های مسلحانه رخ داد که نیروهای حکومتی سودان بالای ملیشه‌های ضد حکومت در این شهر حمله کرد. از سوی دیگر نظام سودان می‌گوید نیروهای آنان از این شهر بیرون شدند و بابت افزایش تهدیدات امنیتی تصامیم لازم را اتخاذ خواهند کرد. جنگ در سودان بعد از آن به وقوع پیوست که در اواسط ماه اپریل نیروهای حکومتی با ملیشه های ضد حکومتی درگیر شدند. و خبر اخیر این که سازمان ملل میگوید که چهارمین حصه از باشندگان غزه با گرسنگی شدید مواجهند. این سازمان در تازه ترین گزارش خود خبر داده که در حدود 500 هزار تن از باشندگان غزه با گرسنگی شدید مواجهند و نیاز به کمک های عاجل بشری دارند. با این امر نیروهای اسرائیلی بالای مناطق رفح، خان یونس و کمپ نصرت حملات هوایی نموده و بده‌ها تن را در آن کشته و زخمی ساخته است. از سوی دیگر قطعنامه آتش بس فوری سازمان ملل در شهر غزه باز هم برای بار دوم به تعویق افتاده. این در حالی است که در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای اسرائیلی بالای غزه که از 7 اکتبر آغاز شده نزدیک به 20 هزار فلسطینی کشته شدند و در حدود 55 هزار تن دیگر زخم برداشتند. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم وقت بر شما خواهش. خدا نگهدار.